به نام خدا، با سلام خدمت همه مخاطبین مجموعه فرادرس، با آموزش نرم افزار دیزاین بیلدر در خدمت شما هستیم. در قسمت اول از فصل دوم این آموزش با مواردی آشنا میشیم که مربوط به رابطه کاربری دیزاین بیلدر هستند. در ابتدا صفحه اول دیزاین بیلدر رو ما مورد بررسی قرار میدیم، صفحه‌ای که هنگامی که شما نرم افزار رو باز میکنین برای شما نمایش داده میشه. این صفحه شامل قسمتی تحت عنوان ریسنت فایل یا فایل های اخیر هست، فایل هایی که شما در آخرین کاربری نرم افزار استفاده کردین اینجا قابل دسترسی هستند. یک سری تمپلیت یا نمونه های از پیش فرض شده هم در این قسمت از صفحه برای شما نمایش داده میشن که خب مربوط به هر کدوم از ماژول‌های نرم افزار میشن. در سمت راست ما قسمت اینفو پنلمون رو مشاهده میکنیم که با توجه به اینکه در چه مرحله از کار با نرم افزار هستیم، یک سری راهنمایی‌های در این قسمت به ما نشون داده میشه. خب برای لود کردن مدل در این نرم افزار میتونیم از روش همیشگی که در نرم افزارهای دیگه استفاده میکنیم استفاده کنیم، از منوی فایل و گزینه اوپن فایل رو انتخاب کنیم، یا میتونیم از قسمت toolbars از این آیکون به عنوان اوپن existing file فایل موجودمون رو فراخوانی بکنیم، یا در قسمت recent file همینطور که اینجا مشاهده میکنید بر روی فایل اخیری که روش کار میکردیم کلیک میکنیم تا هایلایت بشه و از قسمت اینفو پنل گزینه اوپن سلکتد فایل رو انتخاب کنیم. به این ترتیب فایلی که ما از قبل ساخته شده بود رو میتونیم در نرم افزار بارگذاری کنیم. خب همونطور که در این قسمت مشاهده میکنید ما منو بار رو در این قسمت داریم که شامل گزینه های فایل، ادیت، گو، ویو، تولز و هلپ هستن. در قسمت زیر ما تول بار رو داریم که گزینه های گرافیکی فرمان های دیزاین بیلدر هستن که بسته به اینکه در کدوم مرحله از طراحی یا شبیه سازی ما باشیم، گزینه های مربوط به همون مرحله برای ما فعال میشن. تب لی‌آوت در واقع اینجا مشاهده می‌کنین جایی هست که ما هندسه اولیه رو توسط ابزار ترسیم دیزاین بیلدر رسم می‌کنیم. تب‌های دیگه‌ای در این صفحه قابل مشاهده هستن، همونطور که ملاحظه می‌کنید تب‌هایی هستند که ما دیتاهای مربوط به مدلمون رو وارد می‌کنیم. تب اکتیویتی تبی هست که ما اطلاعات مربوط به کاربری یا نحوه بهره‌برداری رو وارد می‌کنیم. تب کانستراکشن تبی است که اطلاعات مربوط به مساله ساختمان رو ما وارد می‌کنیم. اوپنینگز تب مربوط به بازشوها هست. لایتینگ تب مربوط به اطلاعات روشنایی. اچ‌وگ تب مربوط به سیستم تاسیسات مکانیکی یا تحقیق مطبوع ما. و تب‌های جنریشن، آوتپوت و سی اف دی که در ادامه با اونا در بخش‌های بعدی آشنا می‌شیم. در سمت چپ صفحه نمایش اگر دقت میکنید ما نویگیشن پنل رو داریم. نویگیشن پنل در واقع جایی هست که با یک نمودار درختی اجزای ساختمان رو برای ما به نمایش در میاره. همونطور که مشاهده میکنید در این قسمت سایتی که ما تعریف کردیم به عنوان فرادرس از یک ساختمان تشکیل شده. ساختمانی که اینجا تعریف کردیم متشکل از بلاک هایی هست که در این قسمت مشاهده می کنیم. هر بلاک از زون هایی تشکیل شده و هر زون در مرحله بعدی از سقف ها و دیواره هایی تشکیل شدن. به تبع بعضی از دیواره ها همطور که مشاهده می کنید پنجره هایی هم در درون خودشون دارن که مشخصاتشون اینجا کاملا در نمودار درختی قابل مشاهده هست. با انتخاب هر لول از نویگیشن پنل که در این قسمت مشاهده می‌کنین محتویات مخصوص به همون لول در قسمت اینفو پنل نمایش داده میشه. اینفو پنل همون قسمتی بود که خدمتتون در مرحله قبل عرض کردیم. یک سری اطلاعاتی مربوط به هر قسمتی که ما در حال فعالیت روش داریم به ما نمایش میده و در واقع کمک و راهنمای طراح هست تا بتونه
ابهامات احتمالی هنگام کار با نرم افزار رو برطرف بکنه. خب فوپنلی که در این قسمت شما مشاهده میکنید، در زمانی که شما هنگام کار بر روی مدل هستین، توسط این قسمت، دکمه این که مثلثی بر روش هست، این قابلیت داره که مینیمایز بشه و صفحه گسترده تری در اختیار شما قرار بگیره. همچنین میتونین توسط قرارداری موس بر روی مرز اینفو پنل دکمه چپ موس رو پایین نگه دارین و اندازه اینفو پنل رو به دلخواه خودتون تغییر بدین. همچنین از منوی تولز قسمت پروگرام آپشنز پنجره باز شده، شما از تب اینترفیس این قابلیت رو دارید که این قسمت گزینه لرنینگ رو غیر فعال کنید و با اوکی کردن و تعیین این غیر فعال سازی، شما اون دیتاهای کمکی و هلپی که برای هر قسمت به شما نمایش داده میشه در اینفو پنل دیگه نمایش داده نمیشه. خب باید دقت بکنیم که ما بعد از اینکه با محتویات صفحه به طور کامل آشنا شدیم، در قسمت پایین اگر دقت بکنید یک سری گزینه‌هایی داریم که گزینه اول ادیت هست، همین قسمتی که ما برای طراحی مدلمون و هندسه در اون قرار داریم. گزینه بعدی ویژوالایز هست که یک مدل سه‌بعدی و یک مدل رندر شده از هندسه رو به ما نشون میده که این مدل رندر شده گزینه بسیار کاربردی هست که ما میتونیم مدلمون رو باهاش کنترل کنیم و تاثیر عناصر بیرونی رو درش بررسی کنیم، تاثیر مثل معماری ما، پنجره ها، اوپنینگ ها به صورت کامل برای ما قابل بررسی هستند. سایر تبای پایینه که اگه دقت بفرمایین، هیتینگ دیزاین، کولینگ دیزاین، سیمولیشن، سی اف دی، تبهایی هستن که مربوط به طراحی بار حرارتی ساختمان، شبیه سازی ساختمان و قسمت سی اف دی مربوط به دینامیک سیالات محاسباتیه که ما میتونیم فضای داخل ساختمان یا فضای خارج ساختمان رو با تکنیک سی اف دی شرایطش رو بررسی بکنیم. دیلایتینگ و کاستن کربن هم گزینه‌هایی هستن که در ادامه بهینه‌سازی ما باشون بیشتر آشنا میشیم. در قسمت پایین این دگمه همونطور که مشاهده میکنید قسمتی داریم تحت عنوان استاتوس بار یا نوار وضعیت که اطلاعات کلی را در مورد تب جاری به ما نشون میده. برای مثال وقتی که شما در محیط ادیت و ترسیم هندسه‌تون هستید، بسته به اینکه در کدوم یک از این تب‌ها قرار داشته باشید، تب لی‌آوت یا تب اکتیویتی، اطلاعاتی رو به شما نشون میده. وقتی که در تب اکتیویتی هستیم مشاهده میکنیم که گزینه ادیت اکتیویتی دیتا برای ما نشون داده میشه. پس استاتوس بار در واقع نوار وضعیتی است که هر لحظه برای ما میتونه موقعیت ما در طی فرایند طراحی رو بهمون اطلاع رسانی بکنه. وقتی به این صفحه مدل سازی نگاه میکنید، همونطور که مشاهده میکنین، ما سه تا محور میبینیم که این سه تا محور بیانگر جهت های X, Y و Z هستن. محورهای X, Y و Z با سه رنگ نمایش داده میشن. محور X در اینجا به رنگ قرمز نمایش داده میشه، محور Y به رنگ سبز نمایش داده شده و محور Z ما که در راسته ارتفاع است به رنگ آبی نمایش داده شده. دقت کنید قسمت های نقطه چین این محورها که مشاهده می فرمایین بیانگر جهات منفی هر کدوم از این محورها هستند. وقتی که دقت می کنید در این قسمت، ما فلش شمال رو می تونیم مشاهده بکنیم. این فلش بیانگر جهت شمال در صفحه ترسیمات ما هست و به صورت پیشفرض جهت شمال جنوب صفحه ترسیم ما با محور وای ها که به رنگ سبز هست موازی در نظر گرفته شده. باید دقت کنیم که نحوه قرارگیری این فلش رو ما میتونیم
از گزینه سایت و تب لوکیشن تغییر بدیم. در قسمت سایت دیتیلز، سایت اورینتیشن اینجا برای ما قابل تغییر هست. وقتی که شما گزینه 45 درجه رو انتخاب بکنید، میتونید در قسمت لیات مشاهده بکنید که جهت فلش شمال رو شما تغییر دادین و به تبع جهت شمال در صفحه ترسیمتون تغییر کرده. که خب ما مجدداً مقدار 0 رو برای اون انتخاب میکنیم که به صورت پیش فرض جهت شمال رو داشته باشیم. خب در صورتی که ما بخوایم که به صورت سریع از یک سری جهات پیش فرض استفاده کنیم، از این قسمت ویو روتیشن گزینه‌های مختلفی برای ما در نظر گرفته شده. گزینه پلان گزینه‌ای است که از قسمت بالایی نمای بالایی و نمای پلان طرح رو به ما نشون میده. نماهای جانبی در این قسمت قابل انتخاب هستن و نهایتا نمای آکسونومتری که به صورت کامل مدل رو به صورت سه‌بعدی به ما نمایش میده. از قسمت داینامیک اوربیت در تولبار نمایشی با انتخاب این گزینه و فشردن چپ کلیک ما قادر هستیم که مدلمون رو به صورت کامل به گردش در بیاریم. گزینه بسیار کاربردی هست که به ما کمک میکنه بتونیم بعد از اینکه ترسیممون رو انجام دادیم مدلمون رو وارسی بکنیم و مشکلات احتمالی و اون خطای احتمالی در مدل سازی رو کنترل بکنیم و بررسی و رفعش بکنیم. گزینه‌های دیگری که ما اینجا داریم در تولبار گزینه زوم هست. به کمک ابزار زوم این توانایی رو ما داریم که بتونیم روی مدلمون زوم کنیم. به این صورت که بعد از اینکه از تولبار گزینه زوم رو انتخاب کردید، دکمه چپ موس رو پایین نگه می‌داریم و با حرکت دادن موس به سمت بالا زومین و به سمت پایین زومات مدل رو ما خواهیم داشت. با توجه به اون امکاناتی که موس شما داشته باشه، میتونید از اسکرول موس هم برای زومین و زومات استفاده بکنید که بدین صورت شما میتونین فرایند زومین یا زومات رو انجام بدین. گزینه کاربردی بعدی که در تولبار هست گزینه فیت تو اسکرین هست که با کلیک بر روی اون مدل ما در صفحه نمایش به صورت کامل نشون داده میشه و در واقع در صفحه نمایش فیت میشه. گزینه بعدی که ما در تولبار داریم گزینه پن هست. به کمک گزینه پن ما قادر هستیم که مدلمون رو در صفحه نمایش جابجا بکنیم. با انتخاب گزینه پن و پایین نگه داشتن کلیک چپ موس و حرکت دادن موس، مدل در صفحه ترسیم جابجا میشه. همونطور که خدمتتون عرض کردیم، قسمت اینفو پنل با توجه به این که ما کدوم یک از فرامین دستوری دیزاین بیلدر رو در حال فعالیت داریم، اطلاعات رو به ما نمایش میده. در این قسمت مشاهده میکنید که زمانی که ما با گزینه پن در حال کار هستیم، اطلاعات مربوط به این گزینه در اینفو پنل برای ما نمایش داده میشه. گزینه بعدی که ما اینجا در تولبار داریم زوم ویندو هست. به این صورت هست که شما اگر بخواید روی این قسمت خاصی از مدلتون زوم کنین، این گزینه رو انتخاب میکنیم و با پایین نگه داشتن دکمه چپ موس و حرکت دادن موس، مستطیلی که ترسیم میشه اون قسمت مورد نظر ما برای زوم رو کاور میکنه و وقتی که موس رو رها بکنید شما قسمت خاص مدلتون که مد نظرتون بوده به صورت زوم نمایش داده میشه و مجددا ما گزینه فیت تو اسکرین رو میذاریم تا بتونیم نمای کلی مدلمون رو داشته باشیم. خب در نویگیشن پنل در سمت چپ مشاهده میکنیم که در سایت فرادرس که ما تأسیس کردیم، ساختمانی که ما اینجا در نظر گرفتیم از یک سری بلاک تشکیل شده و هر کدوم از بلاک ها با استفاده از پارتیشن هایی به زون های مختلفی تقسیم شدند که
هر زون دارای سطح‌هایی مثل دیوار، بازشو یا به اصطلاح اوپنینگ‌هایی هستند. دیوارهایی که شما دقت بفرمایید، مساحت دیوار و مقدار زاویه‌ای که دیوار با شمال اختلاف جهت داره نمایش داده میشه. در واقع این نمودار درختی یک نموداری است که بیانگر سلسله مراتبیه که هر کدوم از لول‌ها و سطح‌ها در دیزاین بیلدر برای طراحی یک مدل باید داشته باشن. برای انتخاب هر لول یا هر قسمت، خب ما به صورت مستقیم میتونیم از نمودار درختی استفاده بکنیم و روی قسمت‌های مختلفش کلیک بکنیم تا بتونیم به قسمت مورد نظر روی هندسه یا جیومتریمون برسیم. به صورت کلی هم به این صورت است که در صفحه ترسیم راه دیگری که در پیش رو دارین که شما نشانگر ماوس رو روی قسمت مد نظرتون روی مدل میبرین و با یک کلیک اون قسمت به رنگ صورتی در میاد. در صورتی که ما دبل کلیک کنیم روی این قسمت، به صورت اختصاصی اون بلاک برای ما نمایش داده میشه. همونطور که مشاهده میکنین، بعد از اینکه این بلاک نمایش داده شد، شما به صورت اختصاصی میتونین یک دیوار رو انتخاب کنین یا یک پنجره اوپنینگ رو انتخاب بکنین و نهایتاً در این قسمت مشخصاتش رو میتونین ببینین. یک پنجره خارجی به مساحت 4.32 متر مربع. خب با گزینه های کاربردی در صفحه دیزاین بیلدر هم آشنا شدیم. روی ساختمانمون کلیک میکنیم، فیت تو اسکرین. نکته ای که هست، دیزاین بیلدر داره یک هلپ بسیار کاربردی و موثره که کمک میکنه مشکلاتی که کاربران حین کار با نرم افزار باش برخورد میکنند رو به راحتی بتونن برطرف کنن. هلپ دیزاین بیلدر مثل تمامی نرم افزار از منوی هلپ قابل دسترسی هست و گزینه دیگری که ما به صورت دسترسی سریع میتونیم ازش استفاده بکنیم دکمه F1 هست که ما به صورت مستقیم وارد هلپ نرم افزار میشیم. دقت کنید، ما در این نرم افزار به دو صورت میتونیم هلپ رو استفاده کنیم. یکی هلپ به صورت محلی هست و یکی هلپ به صورت آنلاین. وارد گزینه تولز و پروگرام آپشنز میشیم. از قسمت اینترفیس استایل، همونطور که در قسمت هلپ سیستم شما مشاهده میکنید، ما دو تا گزینه داریم. یک گزینه وب هلپ هست که به ما این امکان رو میده هر موقع که نیاز به استفاده از هلپ داشتیم، با استفاده از اتصال به اینترنت بتونیم محتویات هلپ دیزاین بیلدر رو بهش دسترسی داشته باشیم. در صورتی که شما تمایل داشته باشید به اینکه بدون نیاز به اینترنت از هلپ این نرم افزار استفاده بکنید، گزینه دوم یا لوکال هلپ رو انتخاب میکنید و اوکی رو برای تایید این انتخابتون میزنید. همونطور که میبینید، پیامی از دیزاین بیلدر نمایش داده میشه مبنی بر اینکه فایل هلپ تاکنون دانلود نشده و ما برای اولین بار استفاده از هلپ نیاز داریم که به اینترنت متصل باشیم تا بتونیم محتویات فایل هلپ رو به صورت کامل دانلود کنیم. بنابراین با انتخاب این گزینه و اتصال به اینترنت به صورت کامل، ما میتونیم هلپ نرم افزار رو هم برای خودمون داشته باشیم تا بدون دسترسی به اینترنت هم بتونیم از محتویات این هلپ استفاده بکنیم. ما پس داریم که دو بلاک بسازیم که یکی بر روی دیگری قرار میگیرند و در طی این فرایند یک سری از مواردی آموزشی زیر رو بررسی بکنیم. مواردی از قبیل این که بتونیم یک پروژه جدید ایجاد کنیم، یک ساختمان جدید توسط افزودن بلاک ایجاد کنیم، با پروتکل های اندازه گذاری بلاک آشنا بشیم، امکانات ترسیم و گیره های جهت و راهنمای ترسیم رو هم باشون آشنا بشیم. خب اول برای اینکه ما یک پروژه جدید بسازیم، از قسمت گزینه فایل نیو فایل رو انتخاب میکنیم. نیو پروژکت دیتا نام پروژه مورد نظرمون رو در این قسمت
وارد میکنیم، نامی که ما انتخاب میکنیم فرادرس پروژکت، پروژه فرادرس است. لوکیشن رو انتخاب کردیم، شهر یزد. نوع آنالیزمون هم که انرژی پلاس انتخاب کردیم و گزینه اوکی رو برای تایید میزنیم. خب اگر که دقت بکنیم در صفحه که باز میشه در قسمت نویگیشن پنلمون اسم پروژه رو تحت عنوان سایت لیول ما میبینیم. در قسمت دروینگ ما اگر که دقت کنید با سه تا تب داریم، تب لی‌آوت که تبی هست که ترسیمات اصلی رو ما درش انجام میدیم، تب بعدیمون تب لوکیشن هست که در تب لوکیشن اطلاعات مربوط به موقعیت قرارگیری و اطلاعات آب و هوایی وارد میشن و نهایتاً در تب ریجن یک منطقه، یک ایالت یا یک کشور خاصی تعریف میشه که مقررات و استانداردهای انرژی مربوط به خودش رو داره. خب به تب لی‌آوت برمیگردیم. برای اضافه کردن یک ساختمان ما میتونیم که از راه‌های مختلف این کار انجام بدیم. یکی از اون راه‌ها استفاده از منوی ادیت و گزینه اد بیلدینگ هست. همونطور که در مقابل این گزینه مشاهده میکنید استفاده از کلیدهای ترکیبی کنترل و ای هم میتونه به ما تو این زمینه کمک بکنه. راه دیگر ما این هست که از قسمت اینفو پنل گزینه اد بیلدینگ رو انتخاب بکنیم و راه دیگری که ما داریم که از قسمت تول بارز از آیکون های گرافیکی گزینه اد نیو بیلدینگ رو در این قسمت انتخاب بکنیم. خب ما اد نیو بیلدینگ رو انتخاب میکنیم و اوکی رو برای تایید میزنیم تا ساختمان ما ایجاد بشه. خب آماده سازی اطلاعات ساختمان است برای اینکه ساختمان آماده بشه. همونطور که مشاهده میکنید ساختمان ما تحت عنوان بیلدینگ یک تحت سایت فرادرس پروژکت ساخته شد. خب ما برای اینکه صفحه ترسیم بزرگتری داشته باشیم به کمک این دکمه مثلثی اینفو پنلمون رو مینیمایز میکنیم. از قسمت تولبار گزینه هایی که مربوط به آغاز فرایند ترسیم ما میشن بسته به موقعیت قرارگیری ما هر کدوم از این گزینه ها میتونن که فعال باشن. نکته که قابل ذکر تو این قسمت اینه که ما بتونیم با پروتکل استفاده شده توسط دیزاین بیلدر آشنا بشیم. در دیزاین بیلدر ما فاصله بالای کف تا بالای کف طبقه بعدی رو به عنوان یک طبقه میانی تلقی میکنیم. در جایی که ما سقف شیروانی داریم بالای کفمون تا زیر طاق رو به عنوان یک طبقه در نظر میگیریم و در جایی که ما سقف صاف داریم از بالای کف تا بالای سقف رو به عنوان یک طبقه میانی در نظر میگیریم. ابعاد افقی بلاک ما هم ابعاد خارجی هر وجه هستند که در برگیرنده ضخامت دیواره ها هم هستند. قبل از اینکه ما رسم هندسه‌مون رو شروع بکنیم گزینه های ترسیممون رو در قسمت دراینگ آپشن در قسمت پایینی نویگیشن پنل بررسی میکنیم. ما ابتدا بلاک تایپمون رو در قسمت جیومتری بلاک تایپ رو بیلدینگ بلاک انتخاب میکنیم و فرم هندسه معمولاً به صورت اکسترود انتخاب میشه. دقت کنیم اگر که ما در این قسمتی که اوتو کامپلیت بلاک فعال باشه پس از اتمام رسم در صفحه افقی وقتی که رسم در صفحه افقی انجام میشه مدلمون به صورت سه بعدی نمایش داده میشه. اما اگر این تیک فعال نباشه و یا ترسیم ما در صفحه افقی نباشه باید به صورت دستی طرح رسم شده همون رو بعد بدیم و سه بعدیش بکنیم. ارتفاع مدل رو همونطور که در این قسمت مشاهده میکنید در قسمت هیت وارد میکنیم. ارتفاعی که مد نظر ما هست ما اینجا گزینه 3 متر رو انتخاب میکنیم. 3 متر بیانگر این است که بعد از اینکه ما ترسیممون تموم شد به اندازه ارتفاع 3 متر مدلمون اکسترود میشه. خب ما رسم مدل رو توسط گزینه‌های پلیگون و استرایت لاین در قسمت
پریمیتر دنبال میکنیم. ما موس رو به صفحه ترسیممون میبریم و نقطه شروع رسممون رو با زدن چپ کلیک انتخاب میکنیم. بعد از اینکه ما نقطه شروع رو انتخاب کردیم، این نقطه شروع به صورت پیش فرض در ارتفاع زد مساوی با صفر قرار میگیره. خب یکی از گزینه‌های کمکی ترسیم برای ما گیرهای جهتدار هستن که کمک میکنن ما خطهای موازی با محورها رو رسم کنیم. همونطور که میبینید با حرکت دادن و قرار گرفتن ابزار ترسیممون در موازات هر کدوم از محورها، ابزار ما تو مسیر قفل میشه و میتونه ترسیم ما رو دقیق تر برای ما انجام بده. خب این گزینه هایی که به ما کمک میکنن این قابلیت رو فعال کنیم برای ما در قسمت Direction Snaps یا گیره های جهتی قابل فعالسازی یا غیر فعالسازی هستن. خب برای شروع رسم خط ما میتونیم پس از قرارگیری در جهت موازی با محور مد نظرمون طول مد نظرمون رو به صورت دستی وارد بکنیم. برای مثال طول C رو من انتخاب میکنم. مشاهده میکنیم که دیوار مد نظر ما به طول C رسم شد. در ادامه به موازات محور ایکس به طول 20 دیوار دیگه ای رسم میکنم. همونطور که مشاهده میکنید هر موقع که من طول مورد نظرم رو وارد میکنم، برای مثال در این قسمت 10، در قسمت کین طول مورد نظر من نمایش داده میشه که به ما کمک میکنه مطمئن بشیم از صحت عدد وارد شده. ما در اینجا یک بلاک به شکل تی قصد داریم که بسازیم. موارد کمکی دیگه که به ما میتونن در صفحه ترسیم کمک کنند تقاطعهای به وجود اومده با نقاط قبلی هستن. اگر دقت کنید در اینجا ما از محل تقاطع نقطه قبلی با امتداد مسیر فعلی میتونیم نقطه بعدیمون رو انتخاب کنیم و همینطور وقتی که مسیر من در امتداد نقطه آغاز ترسیم من قرار میگیره، امتداد رو برای من توسط خطچین مشخص میکنه. با انتخاب این نقطه، نقطه بعدی انتخاب میشه و نهایتاً برمیگردیم به نقطه آغازین ترسیممون. همونطور هم که مشاهده میکنید گیرای نقطه‌ای این قسمت رو به رنگ سبز برای ما نمایش داده میشه. به محض اینکه من این قسمت کلیک کنم، بلاک ما ایجاد میشه و ارتفاع سمتری که داده بودیم در قسمت جیومتری برش اعمال میشه. بسیار خوب، ما گزینه فیت تو اسکرین رو انتخاب میکنیم که بتونیم مدلمون رو به صورت کامل به این قسمت داشته باشیم. باید دقت کنیم که بعد از اینکه ما بلاک مورد نظرمون رو به صورت کامل ساختیم، مجدداً گزینه Add New Block برای ما در تولبار فعال میشه که ما میتونیم برای ادامه ترسیم بلاک بعدیمون از این گزینه استفاده بکنیم. نکته دیگه که اینجا قابل توجه است این است که ما نشانگر صلیبی ما وقتی که بر روی هر صفحه قرار میگیره اون صفحه هایلایت میشه و نشانگر به موازات اون صفحه در میاد تا در واقع ترسیمات ما با دقت بالایی انجام بشه. همینطور که در صفحات جانبی دقت میکنید نشانگر به موازات هر صفحه در میاد و اون صفحه هم هایلایت میشه. بسیار خوب، ما برای اینکه بتونیم بلاک بعدیمون رو شروع به رسم بکنیم مجددا گزینه Add New Block رو انتخاب میکنیم. همونطور که گفتیم Point Snaps در اینجا راهنمای کاربردی هستن که به ما کمک میکنن ترسیم بلاک بسیار سریعتر انجام بگیره. یک گوشه بلاک قبلی رو انتخاب میکنیم به عنوان نقطه آغازی و توسط پوینت اسنپ ها گیره های نقاط ما ترسیممون رو
در محیط بالایی بلاک قبلی ادامه میدیم. مجددا من وقتی به نقطه آغاز برسم و این نقطه رو کلیک بکنم، مشاهده میکنین که بلاک دوم هم بر روی بلاک پایینی دقیقا منطبق میشه و ایجاد میشه. خب ما برای این که نشانگرمون از این حالت خارج بشه و به حالت فلش، نشانگر فلش در بیاد، راست کلیک میکنیم و گزینه کنسل درو بلاک رو انتخاب میکنیم، یا میتونیم از روی صفحه کلید گزینه اسکیپ، دکمه اسکیپ رو بزنیم تا نشانگر موسمون به صورت نشانگر فلش در بیاد. خب مشاهده کردید که ما تونستیم با استفاده از ابزارهای کمکی در صفحه ترسیم دیزاین بیلدر دو بلاک رو بر روی هم با دقتی که مد نظرمون بود رسم کنیم. در قسمت سوم از فصل دوم این آموزش، ما با اضافه کردن یک بلاک مستطیلی ابزارهای مدیریت المان‌ها رو بررسی می‌کنیم که عبارتند از استفاده از گیره‌های افزایشی یا اینکریمنت اسنپس، انتخاب و حذف المان‌ها، ابزارهای جابجایی و کپی و نهایتاً کنترل ابعاد و مساحت. خب ما کارمون رو با اضافه کردن یک بلاک مستطیلی شروع می‌کنیم. ساده‌ترین راه برای این کار اینه که ما با انتخاب گزینه اد بلاک از قسمت تول بارز و از قسمت پریمیتر کنترل میکنیم که گزینه رکتنگل انتخاب شده باشه به عنوان شیپمون، اقدام به ترسیم یک بلاک مستطیلی بکنیم. خب مشاهده میکنیم که ما برای این کار نشانگر موسمون رو به مرکز صفحه میبریم و با یک چپ کلیک نقطه آغاز ترسیممون رو مشخص میکنیم. ما به دو روش میتونیم ادامه ترسیم رو برای این بلاک داشته باشیم. یکی اینکه به صورت دستی نشانگر رو در راستای محور X و Y حرکت بدیم. همونطور که میبینید امکان تنظیم دقیق ابعاد برای ما تو این قسمت مشخص نیست. اما میتونیم برای اینکه به صورت دقیق ابعادمون رو وارد کنیم، طول و عرض مستطیل رو با یک اسپیس بین اونها به صورت دستی وارد کنیم. برای مثال 20 اسپیس سی و اینتر. همونطور که مشاهده میکنید در راستای محور X به اندازه 20 متر و در راستای محور Y به اندازه 30 متر ما بلاکمون ابعاد رو به خودش گرفت و بعد از اینکه ما اینتر کردیم بر اساس اون هیت که ارتفاعی که اینجا ما داده بودیم اکسترود شد. خب همیشه ما کنترل میکنیم که از نظر هندسی بلاکی که طراحی کردیم دچار نواقص کمبودهایی نباشه. نکته که هست اینجا، ما وقتی که اقدام به ترسیم بلاک میکنیم، وقتی که ما نقطه آغازینمون رو مشخص کردیم، انگامی که اقدام به عدد دهی میکنیم، اگر ما اعداد به صورت منفی وارد بکنیم، به صورت منفی 20 اسپیس منفی 30، بلاک ما ابعاد رو در جهات منفی محورها در نظر میگیره که همونطور که در قسمت قبلی خدمتتون عرض کردیم جهات منفی جهاتی هستند که به صورت نقطه چین در صفحه ترسیم مشخص شدن. ابعادی هم که ما به صورت دستی وارد میکنیم در قسمت دراوینگ آپشن و کی این مشاهده میکنید که منفی 20 و منفی 30 ما اینجا کاملا مشخص است. هر موقعی که ما ابعاد رو وارد کردیم از این قسمت هم کنترل میکنیم که صحیح باشن. با زدن اینتر مشاهده میکنید که بلاکی که ما در نظر گرفتیم در جهات منفی ترسیم شد و به صورت سه‌بعدی نمایش داده میشه. همونطور که ببینید وقتی که من نشانگر رو روی بلاک میبرم، قسمت روی بلاک هایلایت میشه و این نشوندنده این هست که ما آمادگی داریم تا بلاک بعدی را هم دقیقاً روی بلاک قبلی در صورت تمایل رسم بکنیم. خب ما یک بلاک دیگه هم ترسیم میکنیم به کمک دستور پن. من صفحه رو جابجا میکنم، گزینه کنسل پن رو میزنم تا دستور پن خارج بشه. خب مجدداً یک چپ کلیک میکنیم تا نقطه شروع بلاک بعدی رو بتونیم داشته باشیم. خب اگر ما با دست بخوایم ترسیممون رو انجام بدیم، مشاهده میکنیم که تنظیم دقیق ابعاد بلاک 20 در 30 برای ما راحت نیست و امکان این که ما بتونیم دقیق این
ابعاد رسم کنیم نداریم. به این دلیل ما میایم و کمک میگیریم از یک ابزاری در قسمت drawing option و زیر مجموعه point snap به نام increment snap، جایی که الان مقادیر گیره ها به فواصل 0.1 متر هست، ما اینا به 1 متر افزایشش میدیم. همونطور که مشاهده میکنید مقدار جابجایی کرسر یا نشانگرمون در صفحه نمایش با فواصل 1 متر هستن. بنابراین ما به اندازه 20% به راحتی میتونیم که تنظیم بکنیم ابعادمون رو، در نقطه نهایی کلیک بکنیم و ترسیمی رو داشته باشیم که بدون عدد دهی باشه و با استفاده از increment snap یا گیره های افزایشی. خب این روش ترسیم رو هم با هم کار کردیم، دیدید که خب راحت تر میتونیم ما با این روش کار بکنیم. برای اینکه از حالت ترسیم بلاک خارج بشیم راست کلیک میکنیم و cancel draw block رو میزنیم. خب نکته بعدی که قابل ذکر اینه که اگر ما اشتباهی در ترسیممون داشتیم به راحتی میتونیم اون اشتباه رو حذفش کنیم. حالا انتخاب هر المان در مدل یک سری آیکون ها رو توی قسمت toolbar برای ما فعال میکنه. مثلا اگر ما یکی از این پنجره ها رو انتخاب بکنم، مشاهده میکنید که گزینه های move، clone، mirror و delete برای من فعال میشه. دقت بکنید با انتخاب پنجره گزینه های جدیدی اضافه میشن که خب ما این قابلیت رو پیدا میکنیم که بتونیم پنجره مورد نظرمون رو حذف بکنیم، جابجا بکنیم یا بتونیم کپی کنیم. اگر که ما سالت پن خارج میشم، اگر ما کل بلاکمون رو انتخاب کنیم مشاهده میکنید که گزینه دیگری هم تحت عنوان کات بلاک برای ما فعال میشه. کات بلاک برای ما میتونه که بلوکمون رو در امتداد یک صفحه مشخص برش بده. هر موقع که شما المان یا بلاکی را انتخاب کرده بودید با زدن کلید اسکیپ از روی کیبورد میتونید اون از حالت انتخاب خارج کنید. گزینه فیت تو اسکرین رو میزنیم. ما برای حذف بلاک راه‌های متفاوتی داریم. میتونیم نشانگرمون رو روی بلاک ببریم، انتخابش کنیم و گزینه دیلیت رو از این قسمت انتخاب بکنیم. میتونیم وقتی که بلاک هایلایت شده به رنگ صورتی از تول بار گزینه دیلیت رو انتخاب کنیم یا از روی صفحه کلید با انتخاب گزینه دیلیت و کانفرم کردن پیام تاییدیه بلاکمون رو دیلیت کنیم. خب ما بسیاری از دستوراتمون رو هم میتونیم با استفاده از گزینه آندو از منوی ادیت لغوشون کنیم. همونطور که دقت کردید ما یکی از بلاکمون رو حذف کردیم. با زدن کلیدهای ترکیبی کنترل زد یا undo delete building object مشاهده میکنیم که حذف بلاک ما مجدداً لغو شد و بلاک مجدداً در صفحه ترسیم مشاهده میشه. خب نکته بعدی اینه که اگر ما بخوایم چند تا بلاک رو با هم انتخاب بکنیم میتونیم دکمه کنترل رو پایین نگه داریم و بلاک های مورد نظرمون رو انتخاب کنیم و دستورها رو با هم بتونیم به این بلاک ها اعمال بکنیم که اگر بست ما حذف بلاک ها باشه با زدن دکمه دیلیت شاهده میکنیم که تمامی بلاک ها حذف میشن. با کلید ترکیبی کنترل زد ما مجدداً بلاک ها رو به صفحه ترسیممون برمیگردونیم. خب روش دیگه ای که ما بتونیم بلاک هامون رو انتخاب بکنیم این هست که نشانگرمون رو در گوشه ای از صفحه ترسیم ببریم و درک کنیم به سمت پایین به صورتی که کل بلاک هامون با مستطیل رسم شده کاور بشن. توسط این عمل هم مشاهده میکنه که هر سه بلاک ما انتخاب بشن به رنگ صورتی در میان و ما میتونیم فرایندی رو که مد نظر اون هست روشون انجام بدیم. خب مجدداً همونطور که خدمتتون عرض کردم با زدن کلید اسکیپ از روی صفحه کلید بلاک ها رو از حالت هایلایت خارج میکنیم. دستور بعدی که میخوایم بررسی کنیم دستور موف هست که ما میتونیم به کمک اون مکان المان ها رو تغییر بدیم.
هم میتونید یک المان تکی مثل یک بلاک رو جابجا بکنید و همین که چند بلاک رو با هم انتخاب کنیم و با هم بلاک ها رو جابجا. بعد از اینکه ما بلاکمون رو انتخاب کردیم و به رنگ صورتی در اومد، دستور موو رو انتخاب میکنیم، نقطه گوشه پایینی بلاکمون رو انتخاب میکنیم. مشاهده میکنیم که بلاک این قابلیت رو داره که در هر جهت و به هر اندازه‌ای جابجا بشه. برای اینکه شما بخواید بلاکتون رو نزدیک محور عمودی یا محور زد ها فیکسش کنین، میتونین از گزینه پوینت اسنپ و دایرکشن اسنپ گیره هایی رو برای این گزینه و این جابجایی فعال کنیم. برای مثال اگر من در این قسمت زد اکسیس اسنپ رو فعال کنم، مشاهده میکنید که این توانایی رو داره که در محور زد ها کاملا قفل بشه. مجددا دستور موو رو انتخاب میکنیم، گوشه پایینی رو انتخاب میکنیم و میبینیم که در روی محور زد کاملا قفل میشه. خب بنابراین گزینه هایی هستن که شما میتونید ازشون استفاده بکنید، فعالشون بکنید یا غیر فعال داشته باشیدشون. مورد دیگه ای هست اینکه شما میتونید توسط دستور موو یک بلاک رو روی یک بلاک دیگه قرار بدید. بدین صورت که دستور موو رو انتخاب میکنید، گوشه پایینی بلاک رو انتخاب میکنید و بلاک رو روی بلاک دیگه قرار میدید. مشاهده میکنید که کاملا بلاک روی بلاک قبلی فیت میشه و ما الان گزینه دکمه اسکیپ رو میزنیم، بلاک از حالت هایلایت خارج میشه. بنابراین ما تونستیم با استفاده از دستور موو دو تا بلاک رو روی هم قرار بدیم. بلاک سوم رو حذف میکنیم، فیت تو اسکرین، و این شرایط بلاک های ما هست که به صورت دو بلاک روی هم قرار گرفتن. نکته دیگه که قابل توجه هست این هست که ما میتونیم یکی از بلاک ها رو به عنوان یک المان کپی بکنیم. برای مثال ما اگه بخوایم که یک واحد بیسمنت یا زیرزمین برای این مجموعه در نظر بگیریم، بلاک دوم رو انتخاب میکنیم، گزینه کلون یا دستور کلون رو انتخاب میکنیم، گوشه پایینی بلاکمون رو انتخاب میکنیم. مشاهده میکنید که ما میتونیم یک بلاک دیگه در قسمت فوقانی یا در قسمت تحتانی داشته باشیم. یک بلاک در قسمت بالا اضافه میکنم با دستور کلون، کنسل کلون رو میزنم و گزینه دکمه اسکیپ رو میزنیم که از هایلایت خارج بشه. این بلاکی بود که بلاک سوم توسط دستور کلون روی دو بلاک قبلی قرار گرفت. مجددا این بلاک رو انتخاب میکنم، دستور کلون رو میزنیم و مجددا گوشه بالایی رو انتخاب میکنیم و به عنوان بیسمنت یا زیرزمین برای مجموعه در نظر میگیریم. بعد از اینکه توسط گیرهای نقاط فیکس شد محل جدیدمون، دکمه چپ موس رو میزنیم و کلید اسکیپ تا از حالت هایلایت خارج بشه. نکته که اینجا قابل توجه هست این است که در این قسمت بعد از اینکه ما یک بلاک رو به عنوان بیسمنت برای این مجموعه در نظر گرفتیم، بلاک جدیدمون دیگه شامل پنجره نیست. این تغییر تراز ارتفاع رو دیزاین بیلدر تشخیص میده و با توجه به این که این قسمت به عنوان زیرزمین استفاده میشه، دیگه پنجره‌ای براش در نظر نمیگیره. خب ابزار بعدی که میتونیم ازش برای کنترل ترسیماتمون استفاده کنیم ابزار میجر هست که در تول بار در این قسمت مشاهده میکنید. ابزار کاربردی هست که به ما کمک میکنه توسط گیره های نقاط ما اندازه دقیقی از ابعادمون داشته باشیم. وقتی که ما دستور میجر رو انتخاب میکنیم، در قسمت دراوینگ آپشن از زیربخش کوانتیتی باید مشخص کنیم که کدوم یکی از ابعاد ساختمون رو میخوایم اندازه گیری کنیم. وقتی که کوانتیتی رو بر روی دیستنس قرار بدیم، این امکان هست که ما نقطه ابتدایی رو و نقطه انتهاییمون رو انتخاب بکنیم و
نتیجه رو در این قسمت، در قسمت ولیو مشاهده بکنیم. همونطور که مشاهده میکنید، همونطور هم که انتظار داشتیم، طول این قسمت از ساختمون رو 30 متر به ما نشون میده و عرض ساختمون رو هم با هم اندازه گیری میکنیم، نقطه ابتدایی و نقطه انتهایی، و در این قسمت مشاهده میکنیم که 20 متر رو به ما نشون میده. خب نکته که در اینجا قابل توجه اینه که اندازه که ما الان داریم به این صورت میگیریم اندازه خارجی بلاکمون هست، و در صورتی که ما بخوایم اندازه داخلی رو هم داشته باشیم باید ضخامت دیواره ها رو از این ابعاد کم کنیم. در واقع ما فضای داخلی که میخوایم اندازه بگیریم، طول داخلیمون و عرض داخلمون عبارتند از اندازه خارجی که ما گرفته بودیم منهای مجموع ضخامت دیواره هامون. خب ما یکی از زون هامون رو انتخاب میکنیم. برای اینکه راحت‌تر بتونیم ما این اندازه‌گیری رو انجام بدیم، خیلی بهتر که از نمای پلنمون استفاده بکنیم. نمای پلن به ما کمک میکنه که ابعاد داخلی رو اندازه‌گیری راحت‌تری داشته باشیم. مجدداً میجر رو انتخاب میکنیم و اندازه میگیریم. جدار داخلی رو همونطور که مشاهده میکنید، مقداری که به ما میده از 20 متر کمتره و عبارت از 19.4150. این عدد به مقدار ضخامت دو جداری که در طرفین مشاهده میکنید از 20 متر کمتر هست. خب گزینه‌های دیگری هم ما در زمانی که به صورت پلن داریم بلاکمون رو مشاهده میکنیم برای ما قابل اندازه‌گیری هستند. اگر ما بخوایم مساحت داخلیمون رو به دست بیاریم، از قسمت میجر و کوانتیتی گزینه اریا رو انتخاب میکنیم و با گیره‌های نقاط چهار طرف فضای داخلیمون رو انتخاب میکنیم تا بتونیم به مساحت داخل بلاکمون برسیم. همونطور که میبینین مساحت داخلی ما عبارت است از 571.0922 متر مربع. تقریبا 571 متر مربع فضای داخلی ما در این بلاک هست. گزینه دیگری که برای ما قابل دسترس هست محیط هست، که شما میتونید محیط داخلی رو باز مجدداً توسط گیری کردن بر گیرهای نقاط محاسبه کنید. مجدداً مشاهده میکنید که محیط داخلی ما 97.66 متر هست. خب بنابراین ما تونستیم به کمک نمای پلن و ابزار میجر مساحت و محیط داخلی بلاکمون رو هم به دست بیاریم. در ادامه با آموزش نرم افزار دیزاین بیلدر همراه ما باشید.